فرمود از صفات شیعیان ما یا صفات متقین این است که مشیشون و راه رفتنشون متواضعانه است. صفت و مشیهم التواضع. خب پیداست موضوع بحث تواضعه، اما حالا در چه ابعادی از این موضوع صحبت کنیم. اول اینکه نکته اینکه مشی تواضع را به مشی نسبت داده چیه؟ تواضع یعنی فروتنی، آدم خودش رو کوچک درک بکنه، عملا کوچکی کند در مقابل تکبر و بزرگی کردن. خب این ممکنه در راه رفتن باشه، ممکنه در سخن گفتن باشه، در رفتارهای دیگه باشه. اینجا به راه رفتن نسبت دادی. شاید نکتهش این است که بیشترین چیزی که جلوه های تواضع یا متقابلا تکبر درش ظهور میکنه راه رفتن انسان. البته کیفیت سخن گفتن هم پیداست، سایر رفتارها هم میتونه نشانه ای از تواضع یا تکبر را داشته باشیم. همون چه از همه ظاهرتر است که هر کسی نگاه بکنه حدس میزنه که این آدم متواضعی است یا آدم متکبری است، از همین راه رفتنش میفهم. در قرآن کریم درباره مشی دو تا آیه داریم. میفرماید ولا تمشی فی الارض مرحا. یکی از این آیه ها خطاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است در سوره اسراء. در سوره اسراء تعدادی از حکمت‌های الهی که خود قرآن هم اسم اینها را حکمت می‌گذاریم برای پیغمبر اکرم بیان فرمودید. بعضیش ایجابی هست، چه کارهایی را انجام بده، اکثرش هم سلبی است. آخرش هم می‌فرماید ولا تمشی فی الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. حکمت هایی که خدای متعال ظاهرا به مناسبت سوره اسراء که مربوط به معراج، این حکمت ها رو شب معراج خدای متعال به پیغمبر اکرم وحی فرمود. اونجا می فرماید که در روی زمین به صورت مرح راه نرو. مرحی واجهی است که ما این ترجمه فارسیش را دقیقا نداریم. باید با چند تا لفظ بار معناییش را بیان کرد. از یک طرف مرح معنای شدت سرور و فرح را داره. شاید در فارسی بهترین واژه‌ای که بتونه این حالت را منعکس کنه کلمه سرمستی. در قرآن گاهی از فرح و فرح بودن نکوه شده. این مطلق شادی نیست، مطلق شادی مذموم نیست، حتی شاد کردن مؤمن ثواب هم داریم. اون یک حالت شادی افرادی هست که توأم با غفلت هست، آدم را از خدا و یاد خدا و حقایق غافل میکنه. بهترین واژه‌ای که بنده سراغ دارم که این حالت را بیان بکنه کلمه سرمستی. آدم سرمست، توجه به هیچ چی نداره، به خودش میباله، به هیچ دیگه اعتنا نداره. تو مرح این معنا مزمن هست، تضمین شده، جزء معناش این حالت است.
و همینطور معنای تکبر و بزرگی فروشی. شاهدش هم این است که در اون آیه وقتی می‌فرماید خطاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ولا تمشی فی الارض مرحا، بعد این جمله رو اضافه می‌کنه انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. در مقام تعلیل این است که چرا ما میگیم به حالت مرح راه نرو، برای اینکه تو نه از نظر طول به کوها میرسی و نه از نظر قدرت و قوت میتونی زمین را بشکافی. این حالت متکبرانه است. در اون آیه دوم که در سوره لقمان هست، حضرت لقمان به فرزندش میفرماید ولا تمشی فی الارض مرحا، اونجا زیلش داره که ان الله لا يحب كل مختال فخور. اینجور راه نرو، برای اینکه خدا آدم متکبر و فخر فروش را دوست نمیداره. پیداست که در معنای لا تمشی فی الارض مرحا معنای تکبر تضمین شده، متضمن این معنا هست، فعلا مناسبتی نداشت با ان الله لا يحب کل مختال فخور. یا اونجا هم پیداست حالت تبکر، تکبر و تبختر را در راه رفتن نشون میده، که یعنی آدمیست خیلی گردنش را شق میگیره، گردن فرازانه راه میره، گویا میخواد قدش بلند شه به اندازه کوها بشه. میگه هر که قد خودتا بکشی به قد کوه نمیشی، انک لن تبلغ الجبال طولا. وقتی هم راه میره قدم ها رو اونچنان محکم به زمین میزنه و متبخترانه راه میره که میگه اینقدر باد میکنیم به خودت زمین رو که نمیتونیم بشکافیم، برای چی این پاها رو اینقدر فشار میده روی زمین. این حالتی که آدم از روی تکبر گردن فرازانه راه بره، به خودش فشار بیاره خیلی متبخترانه، این همونه که میفرماید لا تمشی فی الارض مرحا. این در مقابل این است که مشیهم التواضع، متقین اینجوری راه نمیرن. چه جور راه میرن؟ متواضعانه. آدم وقتی نگاهشون میکنه داره راه رفتنشون میبینه، میفهمه که این آدم متکبری نیست، در راه رفتنش علامتی از تکبر، از فخر فروشی، از اون حالت سرمستی و غرور دیده نمیشه. خب این توضیح این که میفرماد مشیهم التواضع،